با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز جمعه 10 فوریه 2017. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانن. همونطوری که میدونید، البته یه توضیح بدم، امروز متاسفانه در بخش اول برنامه که برنامه بود که از طریق کانال یک پخش میشد، ما در اون 7-8 دقیقه آخر دوچار یک در حقیقت کراش کرد کامپیوتره و ایستاد و نتونستیم که برنامه رو اونجوری که لازم و شایسته و بایسته است تقدیم حضورت بکنیم. وسط کار کراش کرد کامپیوتر، از کار افتاد و قطع شد، ولی خوشحالم که به حال این برنامه رو ارائه کردیم، ولی متاسفم از این که نتونستیم برنامه رو برای خودمون آرشیو کنیم، ضبط کنیم که بتونیم در برای شما در یوتیوب اونجا قرار بدیم. از این بابت متاسفم، امیدوارم که از این مشکلات برای ما کمتر پیش بیاد. اما اجازه بدید که مثل هر جمعه در این ساعت بریم خدمت آقای دکتر آلبرت، کارشناس ما در امور اسرائیل و خاورمیانه، و سپاس داشته باشیم از او به خاطر مهر و محبتش و حضورش در این برنامه ها که باید قدردان باشیم. باید بالاخره بدونیم که اگر نباشد مهر و محبت شما نازنینان، ما اولا امکان اجرای چنین برنامه هایی رو نخواهیم داشت. به اضافه این که باید تشکر کنیم از حضور این بزرگان، عزیزانی که مهر میکنن، وقت میذارن، شرکت میکنن تو برنامه های ما و با در حقیقت اطلاعاتشون بسیار بسیار به ما کمک میکنه و ازشون باید ممنون و متشکر باشیم به خاطر همونطور که عرض کردم حضورشون. اما اجازه بدید بریم پیش آقای دکتر آلبرت و با طرح چند موضوع در حقیقت مسئلمون رو با ایشون مطرح بکنیم. من فهم میکنم مهمترین موضوع در این لحظه همین این ماجرای دادگاه آقای ترامپ باشد که در امر امور مهاجره ایشون در حقیقت دادگاه بر علیهش رأی داد و ولی آقای ترامپ دست از کار بر نمی دارد و معتقده که بایستی که این رو به دادگاه عالی تر ببره. باید منتظر شد و دید. اجازه بده که در همینجا سلام بکنیم با آقای آلبرت و بشنویم ببینیم که آقای آلبرت، من با تر همین پرسش میام خدمتتون، البته سوالات دیگری هم هست، خواهش میکنم پاسخهای قدر کوتاه بدین که ما بتونیم بیشتر سوال کنیم. بفهمید ما در خدمت شما هستیم. بفهمید. با درودی مجدد به شما و بینندگان و شنوندگانتون در سراسر دنیا. قبل از اینکه این سوال رو مورد مشکافی قرار بدیم، اجازه بدید که من یک توضیح بسیار کوتاه فقط راجع به سیستم دادگاهی آمریکا بدم که شاید بینندگان و شنوندگان متوجه این مسئله بشن که زمانی که در اخبار میاد فدرال کورت، یعنی دادگاه فدرال آمریکا یا ناین سرکت فدرال کورت اف اپیل، معنی این کلمات چیه و قدرت هر کدام از این دادگاه در کدام قسمت از آمریکا و رو سیستم دادگاهی آمریکا چیه. به دلیل اینکه قدرت اداری و اجرایی آمریکا زیر سه تا دستگاه قرار داره که دستگاه ریاست جمهوری، دستگاه مجلس سن و دستگاه دادگاه فدرال آمریکا است. پس بنابراین مهمه که آشنایی بیشتری پیدا کنیم با این مسئله دادگاه. در آمریکا همونطوری که میدونید در 50 تا ایالت دادگاه های ایالتی هست و در هر ایالت یک دادگاه فدرال داره و این دادگاه های فدرال در این 50 تا ایالت برای اینکه بعضی موقع ها ممکنه رأی بدن که مورد اعتراض حالا چه شهروندان آمریکا یا چه دستگاه های دولتی آمریکا بشه، برای اینکه دادگاه های اپیل هست، دادگاه های فرجام هست. در این 50 تا ایالت 12 تا
منطقه دادگاه فرجام داریم، ما مسئله دادگاه اپیل داریم. کالیفرنیا، واشنگتن، اورگان و در واقع غرب آمریکا و آلاسکا زیر قسمت 9 کورت سرکت اف اپیل وجود دارن. یعنی که از این 12 تا کالیفرنیا و واشنگتن، سیاتل در قسمت نهم قرار دارن. و به طور کلی به خاطر مسئله سیاسی آمریکا در غرب آمریکا به طور کل دادگاه‌ها و حداقل اشخاصی که به دادگاه‌های فدرال انتخاب میشن، اون قاضی‌ها به طور کلی لیبرال هستن. نمیتونیم بگیم همه، ولی خب در بین اونها جمهوری‌خواه و کانسرواتیو هم وجود داره. در نتیجه این دادگاه 9 سرکت کورت اف اپیل، یعنی دادگاه مدار نهم که این قسمت از آمریکا رو مورد پوشش قرار میده، از نظر من یه مقداری لیبرال و حداقل شاید هم در قسمت چپ سیاست قرار داشته باشه. بعد از این 12 تا مدار دادگاهی که در آمریکا داریم، بعد از اینها اون قدرت در واقع میشه سوپریم کورت ایالات متحده که دادگاه عالیه و در واقع اونها دیگه رأی آخر رو خواهند داد. پس بنابراین اگه بخوایم اشاره بکنیم به این مسئله فرمان منع ورود شهروندان این کشور، هفته پیش یک قاضی در شهر سیاتل واشنگتن، ایالت واشنگتن آمریکا، یک قاضی فدرال دستور توقف این امر آقای رئیس جمهور رو داد. دو سه روز بعد در واقع توسط اپیل کردن، توسط اینکه این رأی مورد توقف قرار بدن، دولت آمریکا که هنوز هم در واقع کابینه آقای ترامپ تشکیل نشده بود و وزیر دادگستری ایشون آقای سناتور سشن که دیشب دیر وقت تعیین شدن یا شب قبل، هنوز در واقع در پست خودشون قرار نگرفته بودن. و دلیلی که من به این مسئله اشاره میکنم به خاطر اینه که در واقع وظیفه رئیس دادگستری یا اترنی جنرال آمریکاست که بتونه این مسئله رو از نقطه نظر قانونی ارائه بده. در هر حال زمانی که این مسئله به دادگاه اپیل میره و دادگاه شکایت دوم میره، این دادگاه میتونست 5 نفر قاضی رو بنشونه، ولی 3 نفر قاضی رو قبول کردن که بنشونن. فرق 5 نفر با 3 نفر اینه که در واقع تمام اون 9 سرکت کورت اف اپیل از 5 تا قاضی تشکیل میشه، ولی این اجازه رو بین خودشون دادن که حتی با 3 تا قاضی هم رای بدن. اون 3 نفر قاضی که این کیس رو، این پرونده رو شنیدن، با کاخ سفید و رئیس جمهور آمریکا موافقت نکردند و گفتند که ما اینجا مدرکی نمی‌بینیم که ورود شهروندان و مهاجرین از این 7 کشور باعث مسائل امنیتی و در خطر افتادن جان شهروندان آمریکا باشه. در واقع اینجا بین کاخ سفید و در واقع آقای پرزیدنت ترامپ و دادگاه‌ها و قاضی‌ها یه مقداری چالش پیش اومده. اگر به تاریخ این مسئله بخوایم نگاه بکنیم، برمیگردیم در زمان آقای ترامپ که کاندیدا ترامپ بودن، دیدیم که با اون مسئله قاضی که در ایندیانا بودن و این قاضی با وجودی که در آمریکا به دنیا آمده بود چه جنجالی آقای ترامپ را انداختن که نه خیریشون مکزیکیول اصله. و در واقع قضات لیبرال و حتی قضات جمهوری خواهی که در دادگاه های فدرال آمریکا کار میکنن، از این مسئله و از مسئله حمله به قضات خوششون نمیاد. دلیلش هم اینه که حداقل قضات فدرال، قاضی های فدرال آمریکا خودشون رو از این مسئله سیاست مبرا کردن و فکر میکنن که بالاتر، من میگم فکر میکنن که بالاتر از مسئله سیاست دست چپ و راست هستن. در هر حال این 3 نفر قاضی هر سه به ضرر آقای پرزیدنت دونالد ترامپ رای دادن و گفتن که این فرمان منع ورود نمیتونه رینستیت بشه، نمیتونه بیاد سر جاش. و دلایلی هم که اینها آوردن، دلیلش این بود که این مسئله در واقع به طور کلی توضیح نداده شده بود. منظورم اینجا اینه که در مرحله اول که اینها از دادگاه تقاضا کردن که بتونه این رو در واقع یک بدون نظریه اعلام بکنه، بدون نظریه رأی بده، متاسفانه این کارو نکردن و از دولت خواستن که در واقع براشون شرح حال بنویسه و با نوشته شدن این شرح حال باز هم دادگاه اینو قبول نکرد. از نقطه نظر قانون اساسی آقای بهبهانی، آقای رئیس جمهور آمریکا، آقای دونالد ترامپ و هر کس دیگه‌ای این مسئله رو
این مسئله رو، یعنی این اجازه رو داره که بتونه این قانون رو صادر بکنه. منظورم اینجا چیه؟ در قانون اساسی آمریکا این اجازه داده شده که اگر رئیس جمهور آمریکا احساس بکنه در هر زمانی ورود شهروندان خارجی از یک کشور یا از چندین کشور برای امنیت آمریکا خطر داره، میتونه این فرمان منع ورود از آدم ها رو از این شهرها بده، بنابراین از این کشورها بده. بنابراین از نقطه نظر قانون اساسی آقای دونالد ترامپ کار غیرقانونی نکرده، ولی در عین حال باید ما این مسئله رو از نقطه نظر قوانین حداقل قانونی آمریکا، منظورم اون مسئله که قضات آمریکا دارن نگاه میکنن و دید هر کدوم از اینها رو به این مسئله نگاه بکنیم که چطور ممکنه که اگر قانون اساسی آمریکا این اجازه رو به حداقل شهروندان میده که وارد این کشور باشن، یعنی با داشتن گرین کارت، این گرین کارت یک قانونی بوده که در آمریکا از طرف وزارت مهاجرت آمریکا صادر شده. خب حالا سوال اینجا پیش میاد که آیا این شهروندانی که صاحب گرین کارت هستند و ویزایی که از طرف سفارتخانه های آمریکا صادر شده، آیا اینها ویزای مجاز بوده؟ پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که قضات آمریکا و قاضیهایی هم که به این مسئله نگاه کردن درست نگاه کردن. حالا سوال در اینجا این خواهد بود نتیجه این مسئله چه خواهد شد؟ همونطوری که دیدن آقای دونالد ترامپ با فرستادن یک توییت به بقیه حداقل دنیا و کسان دیگه نشون داد که see you in court، شما رو در دادگاه من خواهم دید. بنابراین جایی که ایشون داره میره به نظر من برای دادگاه عالیه، ولی من فکر میکنم قبل از اینکه ایشون وارد دادگاه عالی آمریکا بشه، سوپریم کورت آمریکا بشه، من فکر میکنم که تقاضا خواهند کرد که در همون ناین سرکت، در همون قسمت نهم کورت اپیل آمریکا، 5 نفر جاج، در واقع 5 نفر قاضی به این مسئله نگاه بکنن، و در زمانی که اینا به این مسئله نگاه بکنن شاید این برگرده، و اگرم برنگرده آقای دونالد ترامپ میتونه در واقع این مسئله رو به دادگاه عالی آمریکا ببره، و کار ساده ترش برای ایشون اینه که یک فرمان منع ورود دیگه صادر بکنه، یعنی منظورم یه پرزیدنشال اوردر دیگه صادر بکنه، و اگر این مسئله انجام بشه من فکر میکنم که دنیای جنجالی رو جنجالی تر خواهد کرد. بفرمایید. سپاسگزارم. عرضم به حضور شما که متشکرم از این در حقیقت شرح جامع و مبسوط از این ماجرا، ولی خب اونا هم جواب دادن که وی اوردی یه گاورنری، یه فرمانداری که ما قبلا شما رو توی کورت امروز دیدیم دیگه و شما موفق نشدیم و در کورت بعدی هم فکر نمی کنم که، نمیدونم، ولی این یه زورآزماییه و باید دید که بالاخره آقای ترامپ موفق می شود در این زورآزمایی بر دستگاه قضایی و مستقل آمریکا چیره بشود یا نه. اما موضوع بعدی که میخوام با شما مطرح بکنم این حرکتی است که انجام شده و در اسرائیل و مجوز دوباره ایجاد شهرکسازی هاست که اینا شروع کردن به شهرکسازی. روز چهارشنبه آقای نتانیاهو به آمریکا میاد و بعد پیروزم دوباره اینا 3 نفری، یعنی وزیر خارجه آقای تیلرسون، آقای ترامپ و همچنین آقای ادلسون یه ملاقاتی با هم داشتن. من می‌خواستم نظرتو راجع به این دو موضوع، یعنی سفری که آقای نتانیاهو داره، ضمن اینکه خانم موگرنی که در حقیقت از طرف اتحادیه اروپا حرف میزنه و همطور خانم ترزا می بر این ماجرای برجام کوبیدن و گفتن که این داستان درسته و بایستی که همین رو ما ادامه بدیم و نمیتونیم این قرارداد رو به هم بزنیم. میخواستم ببینم که در این زمینه چی فکر میکنیم. بفهمید میشنم. در رابطه با این قانونی که در واقع هفته پیش در مجلس اسرائیل گذشت، یعنی قبول شد، که در واقع ما اینو میگیم قانون ملحق کردن بعضی از اراضیه، من باید یک سفر یک توضیح بسیار کوتاه رو براتون بدم که در واقع اعتراضات و موافقین و مخالفین راجع به چی دارن صحبت میکنن.
زمانی که این لایحه در کنست اسرائیل در مجلس اسرائیل رفت شد و مورد رأی قرار گرفت، این در رابطه با 4000 تا زمین یا خانه در منطقه ای که ما بهش میگیم سی سکشن، مناطقی رو که امروز ما بهش میگیم مناطق کرانه رود غربی اردن که در واقع از همون قسمت اورشلیم شرقی تا مرز اردن قرار میگیره، به سه قسمت تشکیل شده، قسمت های A, B و C. قسمت A در واقع در مرز اردن قرار داره، قسمت B در مرکز و قسمت C چسبیده به اون منطقه که ما بهش میگیم اورشلیم شرقی. و در واقع دولت اسرائیل در سال 1967 70 کیلومتر از این منطقه رو به خاک خودش ضمیمه کرد و اون در کنفرانسی هم که در اون 25 سال پیش در اسلو بود، این منطقه رو در واقع موافقت کردن که به اسرائیل بدن. ولی این 4200 زمین یا خانه در واقع در قسمت شرقی منطقه سی قرار داره. در رابطه با دولت اسرائیل زمانی که اجازه داده که این آبادی ها در این مناطق ساخته بشن، به کسانی که در این آبادی ها زندگی میکردن گفتن که اگر شما برای 20 سال در اینجا زندگی بکنید و اگر روی زمینی که شما این آبادی ها رو ساختید اگر فلسطینی حاضر نشه و سندی رو نشون بده که صاحب این زمین هست، در واقع اونها میشن صاحبان غیابی و چون صاحبان غیابی حساب میشن، شما میتونید با پرداخت غرامت صاحب این زمین ها بشه. ولی در واقع اون آبادی نشینان صاحب این زمین ها نمیشن. در واقع مسئله که براشون پیش میاد اینه که این قانون به طریقی نوشته شده که اگر روزی کشور اسرائیل با کشور فلسطین یا حداقل با دولت فلسطین به کنار اومدن و تونستن مسئله صلح رو با هم دیگه در واقع بنویسن بدون جنگ و کشتار، این زمین ها یا به فلسطینی ها پس داده خواهد شد، این 4200 خانه یا زمین، یا اینکه برای سالیان سال به اینها غرامت داده خواهد شد. یعنی در واقع اون چیزی که ما در انگلیسی بهش میگیم لانگ ترم لیس. متاسفانه من فکر میکنم که امروز دولت آقای نتانیاهو در یک حالت در واقع یک نوع گنگ ممبری توسط دو نفر از اعضای کابینه خودش، آقای نفتالی بنت که وزیر آموزش و پرورش هستند و خانم شکر که وزیر دادگستری هستند، این دو نفر اشخاصی بودند که در واقع پشت سر این لایحه بودن. و در واقع اگه ما بخوایم این رو خیلی واضح صحبت بکنیم، اینه که 50 تا از آبادی هایی که اسرائیل در کرانه رود غربی اردن ساخته قانونی شده دیگه به خاطر این لایحه که پس کردن. رابطه این که اینجا پیش میاره اینه که آمریکا در حالت سکوت داره به سر میبره. یعنی آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همه مسائل رو در واقع گذاشتن در زمانی که آقای بنجامین نتانیاهو در هفته آینده میاد به آمریکا که مسئله این شهرکسازی های اضافه اسرائیل مورد بررسی قرار بدن و در واقع مسئله انتقال اون سفارت رو به اورشلیم صحبت بکنن. من فکر میکنم که این قانون ملحق شدن بعضی از این اراضی که در واقع در زمانی در پارلمان اسرائیل مطرح شد که آقای نتانیاهو نبودن، در لندن بودن و حتی خانم تریسا می بهشون گفتن که این مسائل به ما کمک نمیکنه، به صلح فلسطین کمک نمیکنه، این مسئله جلوی تشکیل دو کشور برای دو ملت رو داره انجام میده. من بازم فکر نمیکنم که اگر روزی فلسطینی ها تصمیم بگیرن که با کشور اسرائیل صلح بکنن، اگر روزی تصمیم بگیرن که مسائل کشت و کشتار و مسائل مخالفت های مذهبی، قومی و نژادی رو کنار بذارن، من فکر میکنم برای هر حداقل سیاستمدار در اسرائیل این ارزش وجود داره که خودش رو در صلح ببینه و بیشتر از 60% از بودجه خودش رو برای مسائل دفاعی و نظامی خرج نکنه. بنابراین اهمیت آنچنانی 100 کیلومتر یا 200 کیلومتر از یه منطقه رو من نمیتونم ببینم که جلوی صلح رو بگیره. ولی یک مسئله پیش میاد اینجا. چرا اینها دارن این کار رو در اون منطقه انجام میدن؟ چرا در واقع این شهروندان اسرائیل یا حداقل مذهبیان اسرائیل در این مناطق دارن زندگی میکنن؟ آقای بهبانی، یک مسئله تاریخیه، یک مسئله مذهبیه که حداقل از بحث امروز ما بیرونه که در چند برنامه یاد راجبش صحبت خواهیم کرد.
این مسئله مذهبی و تاریخی اون چیزیه که آقای نتانیاهو همیشه بهش اشاره میکنه و میگه اینجا در واقع که قسمتی از کشور یهودی سابق بوده، جوده یا سمیرا بوده. بنابراین نگاهی که آقای نتانیاهو و نگاهی که دست راستی های مذهبی دارن نگاهی متفاوت تره. این قانون ملحق کردن بعضی از این اراضی چیز تازه‌ای در اسرائیل نبود، این همیشه در پارلمان اسرائیل بود، منتها مسئله که این دفعه پیش اومد این بود که قدرت قبول کردن این رو، در واقع من میگم جرأت این رو اعضای کنست اسرائیل، اعضای پارلمان اسرائیل نداشتند. ولی امروز با وجود ورود دست راستی ها و مذهبیان اسرائیلی، مذهبیان یهودی به پارلمان اسرائیل، این مسئله براشون بسیار بسیار راحت انجام شد. من فکر میکنم که هفته آینده در واقع هفته سرنوشت سازی برای آقای نتانیاهو و در واقع سیاست های آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد بود که آیا واقعا آقای دونالد ترامپ طرفدار اسرائیل و کشور اسرائیل هست یا از این مسئله داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه حداقل یک مقدار برنامه های سیاسی خودش رو یا اون دید سیاسی خودش رو پیاده بکنه. در این قسمت سخنم رو پایان میدم و یک اشاره کوتاهی به اشتباه فلسطینی ها و محمود عباس میکنم. از نظر من بارها در این مسئله، در این برنامه این مسئله رو گفتم که فلسطینی ها باید صاحب کشور خودشون بشن، ولی حتما اورشلیم شرقی نباید پایتخت اینها باشه. یعنی اگر تمام شرایط برای اینه که در حالت کشور فلسطین با پایتخت اورشلیم شرقی باشه، بنابراین امروز آقای بهبهانی نگاه میکنیم به این مسئله، میبینیم که دیگه اهمیت مسئله فلسطین برای اعراب کم شده. در واقع مسئله فلسطین دیگه در چشم دوربین های بین المللی دیگه وجود نداره. آره دیگه نگاه... ایران اومده جاش که قرار گرفته. بله تمرکز نداره. اصلا دیگه اصلا اون تمرکز وجود نداره. ایران اومده، سوریه اومده. بنابراین اینجا فلسطینی ها، من حداقل نمیخوام اتهامی به کسی زده باشم، ولی من فکر میکنم که روند صلح در واقع این کمک رو به اسرائیل کرد که این نوع سیاست های دست راستی رو دنبال بکنه. منظورم از روند صلح اینه که اگر فلسطینی ها قبول کرده بودن در سال 2000 آقای پرزیدنت کلینتون، آقای نخست وزیر اسرائیل و یاسر عرفات اگر قبول کرده بودن، اما منظورم آقای اهود بارک نخست وزیر اسرائیل بود که این سه نفر فقط به خاطر 3% از تغییر زمین ها آقای یاسر عرفات اینو قبول نکرد. از نظر من چنین چیزی نبوده. هیچ رهبر فلسطینی نمیتونه با اسرائیل صلح بکنه. برای همین هم هست که این رؤسای فاسد، این سران فاسد و مفتخار فلسطین و هر جای دیگه، تا زمانی که پولهای سازمان ملل، پولهای عربستان سعودی و قطر و کمکهای کشورهای اروپایی و آمریکایی میرسه و اینها سر کار قرار دارن، با اسرائیل صلح نخواهند کرد. چه فرقی میکنه برای اون فلسطینیهایی که الان در کرانه رود غربی اردن قرار دارن که پایتختشون رام الله باشه یا پایتختشون اورشلیم باشه؟ تنها کشور عربی که به اسرائیل اعتراض کرد آقای بهبهانی اردن بود و دلیلش اینه که اردن در واقع صاحب و در واقع کلیددار مراجع مذهبیه که امروز در اورشلیم وجود داره، من جمله اون مسجد الاقصی و بقیه است. بنابراین اردن مجبور بود اون اعتراض بکنه، ولی صدایی از مصر نشنیدیم، اعتراضی از عربستان سعودی نشنیدیم و اعتراضی هم از کشورهای خلیج فارس نشنیدیم. بفرمایید. بله درسته، ممنونم ازت. عرضم به حضورت که خود فلسطینیان به این داستانه اعتراف دارن، یعنی میگن که اصلا ایران ماجرا رو تغییر داد، یعنی خیلی به ضرر فلسطین تموم شد و این رو خودشون هم بارها و بارها اعلام کردن. و الان یه موضوع دیگه ای که هست خود نقش آقای ترامپ و آقای پوتینه، که آقای ترامپ خیلی شیفته آقای پوتینه و رهبری مدیریت اون رو دوست داره. یادمه که در همین مناظرهای انتخاباتی وقتی که دوتا معاونا آقای پنس و آقای وارن از ویرجینیا، اگر اشتباه اسمشون رو نگم، اینا گفتن که صحبت شد و اون گفتش که این لیدر خوبیه، پنس گفت این لیدر خوبیه و اون مقابله گفتش که نه آقا این لیدر نیست، این دیکتاتوره، فرق است. و حتی در مصاحبه اختصاصی که آقای بیل اوریلی که در حقیقت ناخدای کشتی فاکس است، در یه مصاحبه که هفته گذشته روز یکشنبه از فاکس پخش شد،
روز شنبه و دوشنبه مصاحبه اختصاصی داشت با آقای ترامپ. اونجا میپرسه رابطه‌شو با این، میگه که تو با پوتین و چرا و این قاتل است، و اون میگه که نه اینجوری نیست، تو مملکت ما هم همه قاتلن. و بالاخره اینم یه داستانه، در حالی که آقای ژنرال نیکلسون که مسئول نیروهای آمریکا در افغانستان است، اون گزارشی که دیروز منتشر کرده در سنا و اینا، ضمن درخواست اضافه نیرو که ترامپ هم میگه من میخوام ارتش رو بزرگتر و بزرگتر بکنم، اون به این اساس گفته آقا نیرو باید بفرستیم. و در اینجا در حقیقت ما در افغانستان به بنبست رسیدیم به خاطر حضور روسیه، حمایت روسیه و ایران از طالبان. این رابطه بالاخره به کجا میرسه؟ یعنی اینکه این داستان ترامپ و روسیه رو عاقبتش رو چجور میبینی؟ میشنویم فرمایش شما رو، بفهمید. شما اشاره کردین که در واقع ایران امروز اون تمرکز و در واقع چشم‌های دنیا رو به خودش نگاه داشته و در واقع دوربین ها و دید دنیا از مسئله فلسطین گذشته و به ضرر فلسطین بوده. من ایمان دارم که بزرگترین خدمت رو جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل کرد، برای که دشمنان قسم خورده اسرائیل مثل عربستان سعودی، مصر و بقیه کشورهای عربی رو که حداقل اونهایی که هنوز رژیمشون بر سر کار هست متحد اسرائیل کرد. من نمیخوام راجع به اون مسئله اتحاد اعراب و اسرائیل که در واقع چنین چیزی امروز هست، این مسئله وجود داره، اتحاد اعراب و اسرائیل، حداقل اتحاد اکثریت اعراب و اسرائیل وجود داره، ولی در واقع تمام این مسائل آقای بهبهانی به هم دیگه رفت داره. منظورم به اینجا اینه که امروز اگر شما نگاه میکنه به مسئله اینکه ایران چطور داره به ضرر فلسطین کار میکنه، و در یک طرف نگاه میکنیم به یک مسئله ای که آقای رئیس جمهور آمریکا شیفته مدیریت آقای پوتین و شیفته مدیریت آقای پوتین هست، شیفته شخصیت ایشون هست، اینجا به یه نکته میرسیم. وجه مشترکی که اینجا وجود داره، یعنی در واقع پشتیبانی چه کشوری، چه رهبری ایران رو سر پا نگه داشته، و در واقع امروز رئیس جمهور جدید آمریکا چطور داره فکر میکنه، چطور واقعا میخواد از یک کسی که یک آدم کشه، از یک کسی که در واقع فقط و فقط مسائل شخصی خودش رو، یعنی هیچ مخالفی در روسیه نمیتونه بیاد امروز با آقای پوتین در واقع صحبت بکنه، یعنی کسی نیست که بخواد با آقای پوتین رو مورد مسائل انتخاباتی و چالش انتخاباتی قرار بده. وجه مشترک این دوتا، منظورم شیفتگی آقای پوتین، شیفتگی آقای ترامپ نسبت به پوتین و مسئله ایران، یک وجه مشترک دارن، اونم کشور روسیه است، کشور روسیه به رهبری آقای ولادیمیر پوتین. بنابراین اگر آقای دونالد ترامپ بتونه با آقای ولادیمیر پوتین کنار بیان و مسائل رو حل بکنن، ایشون با یک تیر چندی تا نشون زده آقای بهبهانی. یک، مسئله سوریه رو حل کرده. دو، مسئله ایران رو حل کرده، منظورم آقای دونالد ترامپ، بدون اینکه نیروی نظامی پیاده بکنه. این مسئله در اینجا خیلی مهمه، برای اینکه اگه شما نگاه بکنید اولین سفری که وزیر امور خارجه آمریکا، ببخشید وزیر دفاع آمریکا میکنه، فقط به دو منطقه بوده، اول میره ژاپن و دوم میره کره، و در واقع اولین تلفنی که ایشون میزنه به یک کشور خارجی دیگه به وزیر دفاع عربستان سعودی بوده. بنابراین بعد نگاه کرد که ارزش‌ها و وجه مشترک این مسئله که داریم صحبت میکنیم چیه و کجاست. این هم باید اضافه بکنیم آقای بهبهانی که دیروز هم یا در ساعتهای اولیه صبح امروز آقای دونالد ترامپ به رئیس جمهور چین هم زنگ زدن و گفتن که ما سیاست فقط یک چین رو همون ادامه میدیم، همون سیاستی که آقای ریچارد نیکسون در دهه بل چین واحد رو ما قبول میکنیم. بنابراین اینجا ما متوجه میشیم که آقای دونالد ترامپ در واقع اون بازی سیاسی قشنگی رو شروع کرده، با وجود اینکه در سیاست نبوده، یعنی اینکه میاد در واقع یک احساس ناراحتی در داخل چین ایجاد میکنه، در عین حال میاد یکی از دوستان صمیمی رئیس جمهور چین رو سفیر آمریکا در چین میکنه، مرحله سوم میاد به رئیس جمهور چین زنگ میزنه و میگه که ما دوست داریم که همکاریامون بیشتر بشه، در عین حال هم ایشون داره ادعای دوستی
و در واقع پشتیبانی از آقای پوتین میکنه. بنابراین ایشون یه سری برنامه های سیاسی رو در سر دارن که شاید زبان و نمیتونن بیان بکنن اون طریقه سیاسی و اون طریقه که در نرم در واقع پلتفرم سیاسی دنیا و دیپلماتیک دنیاست. بنابراین حرکاتی که ایشون میکنه حرکات زد و نقیزه. ولی در اینجا حداقل آقای ترامپ و دستگاه اتاق فکری پنتاگون، اتاق فکری وزارت امور خارجه آمریکا و اتاق فکری کاخ سفید به این نتیجه رسیدن که ما دیگه نمیتونیم با عنصرهایی که در دنیا در واقع دارن خرابکاری میکنن و وضع ما رو به هم میریزن و در واقع قدرت یگانه آمریکا رو مورد چالش قرار میدن کنار بیایم، که منظور میشه دولت ایران. در اینجاست که ایشون میخواد طرفداران دولت ایران، کسانی که به در واقع ایران جان دادند، کسی که در واقع ایران رو در سوریه نجات داد آقای پوتین بود، پوتین. کسی که بله، بنابراین این نباید فراموش باشه که سپاه پاسداران حالا با هر مسئله که بود، اگر نیروی هوایی روسیه نیامده بود به رهبری آقای پوتین و به در واقع ابتکار ایشون، ایران در سوریه شکست خورده بود. ولی این رو فراموش نکنه، در این حال باید از زاویه نگاه کرد، از زاویه دیگه، که زمانی که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگن که ما حتی میخوایم سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی قرار بدیم، در اینجاست که من میگم در حال حاضر اینها وارد هیچ مسئله نظامی با ایران نخواهند شد. ایران ممکنه که اینها رو در خاورمیانه مورد چالش قرار بده، ولی در اینجاست که این اگر سپاه پاسداران رو در حالت سازمان‌های تروریستی قرار بدن، مسائل زیادتری رو حل خواهد کرد. ولی من فکر میکنم که آقای ترامپ میخواد در واقع با این دعوتنامه‌هایی که برای آقای پوتین داره میفرسته و ایشون رهبر خوبی یاد میکنه، و در واقع شما به صحبت آقای اورالی اشاره کردین که آقای اورالی خیلی واضح گفتن که ایشون آدم کشه. خب میدونید چند تا از سناتورهای آمریکا هم این مسئله رو هم کردن که آقا شما چه دوستی میخوای با ایشون داشته باشی. بنابراین این نتیجه رو میگیریم که آقای ترامپ سیاستی رو داره که هنوز اعلام نکرده، یک دکترین فکری پشت سر این مسئله هست. اون دکترین فکری در یک جاست: آمریکای اول، آمریکای بزرگتر، آمریکای بهتر. بنابراین تغییرات و تحولاتی رو ما در خاورمیانه خواهیم دید. من تغییر رژیم رو در ایران حداقل نمی‌بینم، ولی اگر گروه یا گروهک‌هایی از بلوچستان و در کردستان سر در آوردن و حتی در خوزستان و مسئله تجزیه ایران رو پیش آوردن، از این مسئله سورپرایز نخواهم بود. بفرمایید. بعد دقیقاً، یعنی درسته، منم همینجور صحنه رو می‌بینم. یعنی عقیده دارم که تمام این آشغالایی که توی منطقه وجود دارن، مثل نمیدونم حزب الله، الشباب، نمیدونم نصره، بوکو حرام، اینا سراخه وارد ایران میشن. یعنی این گنداب و این لجن میرزه تو مملکت ما و این خیلی بده. یعنی واقعا یه صحنه بسیار زشتیه که من دارم جلو میبینم. و درست میگی، احتمال اینکه در یه مناطقی شلوغ بازی بکنن وجود داره، ولی اینکه رژیم رو بخوان سرنگون کنن فکر نمیکنن. اینا به سمت درعات میرن که خشکش بکنن. این طرح عربستان، طرح اسرائیل، آقای ترامپ هم با این طرح موافقه و حتی ممکنه که چه میدونم یه جوری گوشمالی بدن تو باب المندب، تو خلیج فارس، این ورانور ممکنه اینا رو مورد آزار و اذیت قرار بده. یعنی نیروها بر علیه ایران، اینو عرض میکنم، بر علیه ایران، ایران رو یه جوری گوشمالی بدن توی منطقه، ولی اینکه لشکر بکشن و برن تو ایران و این کارا من بعید میدونم. حتی اگر برن مثلا تاسیسات نظامی و اینا رو، من فکر نمیکنم تا اون حد پیش برن. ولی همین بازی رو ادامه میدن. یک همیشه هم طرحشون همین بوده، یه ایرانی رو میخوان مثل یه شیر بیال و کوپال و اشکم و اینا دوم هیچی نشته باشه، شیری باشه که هیچ بی خودکی باشه، اون رو میخوان که بتونن از طریق اون بقیه داستان رو کنترل کنن. ولی اینکه برن ایران رو سرنگون کنن و این حرفا بی خودکیه و ما متاسفانه نیروهایمون در اینجا دارن اشتباه عمل میکنن.
مسئله بعدی که شما هم بهش اشاره کردی مسئله آقای اسده، آمریکایی که قرار بود اسد برود رو، و داستان خط قرمز آقای اوباما و غیره همه بر مبنای رفتن اسد بود، سوریه بدون اسد. ولی امروز می‌بینیم که آقای اسد با آمریکایی ها کانال برقرار کرده و میگوید که دستور مسافرتی ترامپ به حاکمیت ملی آمریکا مربوط است، و حسه گفته که من حاضرم که با آمریکا در جهت از بین بردن نیروهای داعش و این مسائلی که آقای ترامپ معتقده، میگه اسد میگه من حاضرم همه همکاری بکنم با شما. یعنی میبینی که اصلا یه چرخش عجیب و غریبی اتفاق افتاد از این حرکتی که میخواست سوریه بدون اسد، حالا تبدیل شده به اسد همکار آقای ترامپ. میخواستم این رو از زبان شما بشنوم، ببینم که شما این رو چجور تحلیل میکنیم. بفهمیم میشنم. در واقع آقای بهبانی یک عامل دیگه هم در اونجا بود و اونم کشور ترکیه است. یعنی در آفرین. واقع اسد، بله بله. آره این ترکیه هم ایزید، من یه تیکم راجع به این ترکیه میخواستم بگم یادم رفت. و اون این استش که در ترکیه یه دوستی به من امروز میگفت، یه عزیزی به من میگفتش که بوی خون میآید، و من فهم میکنم حتی ما شاید شاهد بشیم که ترکیه یه بالاخره یه اتفاقاتی تو ترکیه، یعنی کشور بعدی علارغم اینکه فکر میکنن ایران است، شاید اصلا ترکیه باشه و به هم ریختن ترکیه، چون که در ماه مارس هم قراره که این همه پرسی قانون اساسی اجرا بشه، باید اونجا رو نگاه بکنیم. میشنم این فرمایش شما رو. بفهم. من در زمانی که در واقع داریم در رابطه با کشور سوریه صحبت میکنیم و در واقع آقای اسد بالاخره بعد از 5 سال، 6 سال یا هر مدتی که این زمان جنگ گذشته، الان با از دست دادن 500-600 هزار نفر جان انسان، در واقع اگر یکم عمیق‌تر به این مسئله نگاه بکنیم، آقای بهبهانی، همون فرمولی که در جنوب لبنان پیاده شد و مسیحی‌های جنوب لبنان و سنی‌های مسلمان جنوب لبنان جایگزین شدن با شیعیان ایرانی یا شیعیان لبنانی در جنوب لبنان و پیدایش اون سرطانی که امروز به عنوان حزب الله داریم بهش میگیم، من فکر میکنم که زمانی که یک کشور 22 میلیونی، منظورم کشور سوریه است، 11 میلیون از جمعیت خودش رو از دست میده و یک سرطان دیگه مثل جمهوری اسلامی میاد در اونجا، در واقع سنی ها رو از اونجا بیرون میکنن، چون اون 1 میلیون نفری که اومدن در آلمان از طریق اروپا، منظورم مهاجرین یا بازماندگانی که از این کشور فرار کردن، اون 1 میلیون که اومدن آمریکا به بخش آلمان، در واقع اینها سنی ها بودن. به خاطر این رژیم علوی که در کشور سوریه وجود داره، به خاطر آقای اسد، بنابراین این فراموش نشه که امروز هم جمعیت، حالا نمیخوام بگم تمام 11 میلیون، ولی ایران حداقل کاری رو که خواهد کرد اینه که همون فرمولی که در جنوب رو لبنان به کار بردن، در سوریه هم به کار خواهند برد، و در واقع بازماندن آقای اسد تعداد علوی ها و شیعیان سوریه رو زیادتر میکنه، و این علوی ها و شیعیان همونطوری که در واقع اکثریت هستن در عراق، در سوریه هم اکثریت خواهند شد. فراموش نکنیم تا قبل از جنگ خانمان سوز داخلی این کشور آقای اسد در اقلیت قرار داشت. برای همین دلیل هم بود که کشور ترکیه بالاخره بعد از چندین سال وارد شمال این کشور سوریه شدن، و دیدیم که بلافاصله چند روز پیش وقت نیروی هوایی روسیه ببخشید چند نفر به مناطقی که نیروهای ترکی بودن در سوریه میزنن، 3 نفر سرباز ترک کشته میشن که بلافاصله آقای ولادیمیر پوتین عذرخواهی کردن. در این حال روسا میگن که ما میخوایم جلوگیری اسلحه رو بکنیم که اسلحه های پیشرفته ما دست حزب الله نیفته. اینها در واقع فشار پشت پرده اسرائیله. اگر که آقای اسد امروز میاد صحبت میکنه که دیگه ما اجازه نمیدیم که نیروی هوایی اسرائیل بیاد پایگاه نظامی ما رو در دمشق بزنه، اینها فشارهای تهرانه، اینها فشارهای اون دار و دسته‌ای که دارن دور و بر آقای اسد رو گرفتن. ولی امروز اسد به این مسئله پی برده.
برای اینکه سر کار یعنی اون رژیمش واقعا دووم بیاره احتیاج به دو تا قدرت داره، دو تا قدرت بزرگ و هیچ قدرت منطقه‌ای، و هیچ کدوم اونا ایران نیستند. منظورم از اون دو قدرت روسیه و آمریکا، و به قدرت سوم کشور اسرائیل. برای اینکه امروز آقای اسد متوجه این مسئله شده که اسرائیل هر زمانی که بخواد میتونه هر نقطه این کشور رو بزنه و با هر گروهی که بخواد میتونه کنار بیاد. قصد ایران، خب مسئله اینه که همونطوری گفتم اکثریت اقلیت شیعه و علوی رو تبدیل به یک اکثریت بکنن که رژیم سر کار بمونه. ولی امروز آقای اسد در واقع پی برده که با داشتن دو کشور هممرز مثل ترکیه و اسرائیل، اینها کشورهایی هستن که ایشون باید باشون کنار بیاد و در واقع نباید وضع این دو کشور رو به هم بریزه. ولی وقتی شما اشاره میکنید که ممکنه ترکیه جایگزین ایران بشه، من اینجا یه ذره اختلاف نظر با شما دارم، اونم فقط به خاطر مسئله ناتو و به خاطر چارتر ناتو و به خاطر اینکه ترکیه عضوی از ناتو. من نمیتونم ببینم که یک کشور عضو ناتو و در واقع فعال ناتو که نیروهای حالا مستشار، نه نیروی نظامی، مستشاران آمریکایی در ترکیه هستند، هواپیماهای جنگی آمریکا در ترکیه هستند و در واقع کشتیهای جنگی آمریکا به طور مدام از بنادر ترکیه دیدن میکنن و برنامه های نظامی دارن، من یه مقداری مشکل میبینم که ترکیه جایگزین ایران بشه، به خصوص بعد از اینکه آقای حداقل اردوان متوجه شدن که اسرائیل هم دشمن ایشون نیست و روابط خودشون رو با اسرائیل دوباره عادی کردن و در واقع به همون چیزی که من میگم اتحاد عربی اسرائیلی ملحق شدن. و در واقع من فکر میکنم که به پادشاه عربستان سعودی باید تبریک گفت که پشت پرده و بدون اعلان هر مسئله آقای اردوان رو متقاعد کرد که با اسرائیل کنار بیاد و اسرائیل دشمن نیست. بنابراین اگر مسئله اسرائیل در اینجا و ترکیه در واقع یک پیمان نانوشته رو با هم داشته باشن و مسئله اعراب به رهبری عربستان سعودی در اون قسمت مثلث قرار داشته باشن، من فکر میکنم هدف ایرانه، نه تغییر رژیم، باز هم مسئله تجزیه یا گوشوالی. با شما هم کاملا موافقم که اینها بالاخره یک درگیری در خلیج فارس یا باب المندب یا در اون حوالی خواهد شد، موشک های شلیک خواهد شد، حالا ناوگان آمریکا چطور این گوشمالی رو بده. برای اینکه نه آقای پنس، نه آقای مایکل فلین و حتی نه آقای وزیر دفاع آمریکا متیس از این اتفاقی که چند وقت پیش در ایران در زمان در خلیج فارس در زمان آقای اوباما افتاد و به اون نحو اون ملوانان آمریکایی رو گرفتن که حتی رئیس اونها رو از نیروی دریایی آمریکا بیرون کردن، اینا براشون خوشایند نبوده. انتظار جواب داشته باشید آقای بهبهانی، بفرمایید. بله یقینا این جواب رو اینا خواهند داد و یکی از موضوعات هم همین، میگم عقیدم اینه که اینا میرن که ایران رو یه جوری سفت بگیرن. توتال مثلا اعلام کرده که من منتظرم ببینم که آمریکا بالاخره در مورد ایران و تحریمات چه خواهد کرد تا بر اساس اون من این وضع رو برم پای قرارداد یا نرم پای قرارداد. اون چه که معلومه در شرایط فعلی ایران در مشکل عظیم مالی داره، بانک‌ها همچنان راه نمیدن به ایران و از تحریم آمریکا میترسن، بنابراین مشکل داره ایران، همچنان با این داستان مشکل داره. اما پرتاب موشک از سمت مصر به اسرائیل چه معنی داره؟ این رو چجور تعریف میکنیم؟ میگن یه موشکی رو اینا زدن به سمت اسرائیل، یا ایرانی ها یا در حوثی ها یه موشک زدن به اطراف ریاض، یه موشکی پرتاب کردن برای پایتخت اسرائیل خورده به اطراف ریاض. این موشک بازی ها رو چجور تعریف میکنیم؟ بفهمید بشنویم. اتفاقی که در واقع یه مقدار بعد داریم عقب‌تر و ببینیم که چه اتفاقی افتاد در چند روز گذشته در اسرائیل، سه تا اتفاق پیش اومد. اول اینکه در یکی از شهرهای مرکزی اسرائیل پایتخت کفا که در واقع در مرکز تل اویو قرار داره، یک جوان 18 ساله فلسطینی تو بازار به اصطلاح سربازی که اونجا بوده، یعنی منظورم سرباز نه سرباز ارتش، سرباز بوده، بازارهای سبزی فروشی و اینا که بوده، این آقا میاد شروع میکنه به شلیک کردن. بعدش هم اصلش که تمام میشه
یه چاقوی رو بر میداره و شروع میکنه حمله کردن و این مسئله تروریستی بود که در اسرائیل اتفاق افتاد و در واقع زیاد هم نپیچید به خاطر اینکه اینقدر در آمریکا آقای دونالد ترامپ توییت میکنه و دار و دستش تو اخبار هستن که دیگه دستگاه های خبری وقت ندارن اینا رو پخش بکنن. مسئله دومی که اتفاق افتاد مسئله موشک پرانی ها از در واقع غزه به اسرائیل بود که نیروی هوایی اسرائیل و تانک های مرزی اسرائیل در واقع کاری که کردن این بود که جواب اون مشک ها رو دادن و اونم به پایان رسید. ولی مهمتر از اینها حمله بود که به بندر تفریحی ایلات شد. اگر نقشه اسرائیل نگاه بکنید زمانی که از باب المندب ما وارد اون دریای سرخ میشیم در این طرف مون سومالی قرار داره، در این طرف مون عربستان سعودی، بعد از عربستان سعودی ما به بالاتر که بیایم در این طرف مون اردن هم قرار داره و در واقع اون نقطه مشترکی که اونجا وجود داره و در واقع مصر بندر تفریحی به نام ایلات. موشکی که پرتاب شده از صحرای سینا پرتاب شده و تونستن اون بندر ایلات رو مورد حمله قرار بدن و در واقع اون قسمتی که من دارم صحبت میکنم اسرائیل بعد از اون صلحی که با مصر کرد اون قسمت رو به مصر برگردوند و در واقع در اون چند سالی که آقای مصری رئیس جمهور مصر بود و وضع لیبی به هم ریخت یه سری از این القاعده‌ای ها، تکفیری ها یا همونایی که شما به عنوان آشغال کله بهشون میگین وارد این قسمت شدن. اینها تعداد اینها رو بین 2 تا 3 هزار نفر تکفیری و القاعده ای یا گروه داعش هستن اونجا و اسلحه هایی که اینا به دست گرفتن و بیشتر اسلحه هایی که به دست میارن به طریق قاچاق از طرف کشورهای دیگه برای در واقع دستینیشن اینها یعنی محل تحویل اینها غزه است، ولی چون اینا جزوی از اون قاچاقچی ها هستن که این اسلحه ها رو میارن و اینها در واقع بهشون پول داده شده بوده، من فکر میکنم که رژیم ایران پشت سر این مسئله بوده و اینها خواستن که به اسرائیل بگن که ما از یک نقطه فقط شما رو مورد حمله قرار میتونیم بدیم، یعنی از نقاط مختلفی. پرتاب موشک از غزه به اسرائیل از طرف در واقع صحرای سینا به اسرائیل که در واقع در مرز غزه قرار داره و یک مثلث بسیار بسیار کوچیکیه نشون دهنده اینه که در واقع اگر دولت آقای السیسی با این 30,000 نفر سربازی که در این قسمت صحرای سینا گذاشته که دارن با اینها می جنگن اگر که اینها نتونن این 2-3 هزار نفر رو شکست بدن برای دولت مصر هم این مسئله مشکل سازی خواهد کرد. ولی این حمله اینها به اسرائیل من مسئله رو به این نحو میبینم که اینها در محاصره قرار دارن و در واقع اون فشار آخر رو خواستن که به اسرائیل بدن، شاید اسرائیل رو به نحوی وارد این جنگ در اونجا بکنن، ولی نیروی هوایی اسرائیل متوجه این مسئله شد که در واقع این مسئله از نزدیکی مرز غزه انجام شده و بلافاصله اون منطقه رو مورد حمله قرار دادن و در واقع من فکر میکنم که این گروه وابسته بودن به گروه حماس و در واقع به خاطر اینکه میدونیم حماس اکثر پولش از کجا میگیره بنابراین من این مسئله به ایران ربط میدم، ولی کار مهمی به نظر من انجام ندادن اینها برای اینکه این موشک ها از نوع موشک های گراد روسی بوده که با برد بسیار کم بوده و خساراتی رو نبرده و اون سیستم آیون دوم گنبد آهنین اسرائیل از 5 تا موشکی که در واقع پرتاب میشه به بندر ایلات 3 موشک رو رو هوا میزنن، یه موشک در آب میفته و موشک پنجم مثل اینکه در خود همون قسمت حماس فرود میاد. تحریکات دولت ایران هر زمانی که در واقع تهران فکر میکنه که مورد فشار قرار میگیره سعی میکنه یه جبهه دیگر رو باز بکنه و این هم من از کتاب مخچی اینا میبینم که در از همون سیستم تعلیم گرفته و جور دیگه ای نمیتونستن اون فشار رو اینها به کشور دیگه ای بیارن. تنها کشوری که اینا میتونن فشار بیارن کشور اسرائیل، چون دور و بر اونها کشورهای مسلمان هستن و در حال حاضر ایران با عربستان و بقیه کشورها درگیری داره. بفرمایید. بسیار خوب، ممنونم ازت. ما وقت چندایی داریم، 2 دقیقه وقت داریم. آقای ترامپ امروز با روزنامه هایوم اسرائیلی مصاحبه کرده و گفته که من سخت به انتقال سفارت فکر میکنم که برود به اورشلیم یا بیت المقدس، ولی به طور واضح برای اولین بار در مورد شهرک سازی ها گفته که این به روند صلح کمک نمیکنه، باید فلسطین و اسرائیل منطقی فکر کنن.
این یه دقیقه در اختیار شما ببینیم که این رو چی میبینی. واقعا آیا ترامپ میگه به سفارت انتقال سفارت جدی فکر میکنم، واقعا سفارت رو منتقل میکنن؟ آیا این باعث تنش بیشتر نمیشود؟ و یا این موضوعی که شهرکسازی ها کمک به روند صلح نمیکنه بعد منطقی فکر کنن رو چجور تعریف میکنی؟ بفرم. روزنامه هایوم اسرائیل هایوم، اسرائیل هایوم و اسرائیل امروز، این روزنامه یه که توسط آقای شلدن ادلسن صاحب کازینوهای لاس وگاس سنز و گروپ اداره میشه، این روزنامه به طور مجانی در اسرائیل پخش میشه و طرفدار شدید آقای نتانیاهو، در واقع بلنگوی آقای نتانیاهو در اسرائیل، و روزنامه های اسرائیلی دیگه مثل هارتس، یدیوت آهرونوت و بقیه روزنامه ها سعی کردن که با آوردن لایحه در مجلس جلوی پخش مجانی این روزنامه رو بگیرن، که در واقع قانون اساسی اسرائیل میگه اگر روزنامه یا مجله میخواد یک اظهار نظر سیاسی بکنه باید این رو در واقع به فروش برسونه، و آقای ادلسون با خرج کردن بودجه 60 میلیون دلاری در واقع یک مقداری صحنه سیاسی و فضای سیاسی اسرائیل رو عوض کردن. در اینجاست که میبینیم آقای ترامپ فقط با یک روزنامه مصاحبه میکنه و دوباره انتخابی میشه آقای پرزیدنت ترامپ، و فقط با این روزنامه که در واقع طرفداران دست راستی آقای نتانیاهو هستن. من فکر میکنم که در واقع بین مشاورین آقای نتانیاهو و مشاورین آقای پرزیدنت ترامپ صحبت هایی هست برای هفته آینده که آقای نتانیاهو وارد اینجا میشن، که در واقع اون پابلیک اپینیون، اون در واقع ملت اسرائیل رو آماده بکنه اگر که این سفارت به اورشلیم منتقل نخواهد شد، که من نمیبینم منتقل بشه، اگر نشد جوابی رو داده باشه. در واقع در اینجا آقای پرزیدنت ترامپ کاری که دارن انجام میدن، نه تنها دارن آماده میکنن در واقع عقاید مردم اسرائیل رو، بلکه دارن بهشون میگن که ما بیش از این نمیتونیم این شخرک سازی ها، آباده سازی ها رو انجام بدیم. ولی متاسفانه من باز این کلمه رو اشاره بهش میکنم، مسائل مذهبی، عقیدتی و قومی، داره میگه این شهرهای جودیا و سمیرا بر طبق مدارک تاریخی متعلق به اسرائیل. امروز ما راجع به مدارک تاریخی صحبت نمی کنیم آقای بهبهانی، ما امروز راجع به مرزهای شناخته شده سازمان ملل و نقشه هایی که سازمان ملل ارائه داده. بنابراین صحبت آقای ترامپ در واقع برای هفته آینده است که آقای نتانیاهو داره میاد اینجا، که در واقع این به نظر میرسه که آقای نتانیاهو هم زیاد موافق این مسئله تکان دادن، منتقل کردن سفارت اسرائیل از تل اویو به اورشلیم نیست، و این نشون میده که آقای نتانیاهو حتی با این لایحه به اصطلاح ملحق کردن بعضی از اراضی به کشور اسرائیل یا حداقل لانگ ترم لیس، لیست دراز مدت، مخالفه، ولی برای اینکه نمیتونه ثبات کابینه خودش رو نگه داره، مجبوره که یه مقدار در مقابل اون دو نفری که من اشاره کردم، خانم شکت وزیر دادگستری و آقای نفتالی بنت، کوتاه بیاد، و این فقط مسئله آماده کردنشه، و حالا چقدر بین این دوتا قول بزرگ اقتصادی آمریکا، منظورم آقای دونالد ترامپ و آقای شادن ادلسون، رابطه وجود داره که من فکر می‌کنم دوستای صمیمی هستن. خیلی پریروز رفتن با هم نهار خوردن دیگه، سه نفری با آقای تیلرسون. بله، بسیار دوستای صمیمی اینا هستن، و در واقع آقای ترامپ برای خاورمیانه نقشه صلح داره. آقای بهبهانی، من این رو الان در اینجا اعلام میکنم، ایشون برنامه صلح داره. چقدر داماد ایشون میتونه، آقای جرد میتونه، کاشنر میتونه این مسئله رو انجام بده، من نمیدونم، ولی من فکر میکنم آقای تیلرسون وزیر امور خارجه رو من ایشون رو قدر حساب میکنم، من ایشون رو بسیار بسیار مدیر خوبی میدونم. مسئله نیست که در کار نفتی بوده آقای بهبهانی، مسئله اینه که ایشون از بالا و پایین و نرم سیاسی و دیپلماتیک خبر داره. بفرمایید. ممنونم آقا، کاملا فرمایش درسته. یعنی اینکه به حال هر جوری که فکر کنی، از زمان پیدایش نفت در اون منطقه، نفت و سیاست با هم گره خوردن. ما تو مملکت خودمون که نگاه بکنیم این مسائل رو کاملا میبینیم. اونجایی که رضا شاه اسناد نفت رو میریزه تو بخاری و آتیش میزنه و میگه از نو بنویسیم، و میگن اگر که همون قرارداد نفت بود و از شیوه دیگه پیدا میکرد، اونا در اختیار ایران قرار میگرفت اینا، و رضا شاه با این عملی که انجام داد در حقیقت حق ایران ضایع شد. حالا به هر دلیلی ما نمیدونیم، یعنی موضوع ما نیست، ولی نفت و سیاست یک گره خوردن با همدیگه سال هاست، و
تفکیک ناپذیرن، این کاملا مشهوره. آقای تیلرسون هم یه آدم سیاست مداره، برای اینکه یه مهندسی بوده که از ابتدا کار رو شروع کرده در اون تشکیلات و همینجوری اومده تا به پست مدیر عاملی رسیده. بالاخره اونم آدم باسوادیه تو کار خودش. آقا خیلی متشکرم، ممنون از شما. برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت آرزوی بهترین دارم از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی که از تجربه و دانشت استفاده کنیم. بی نهایت سپاسگزارم، برات آرزوی بهترین دارم تا هفته آینده و فرصتی دیگر که با شما گفته بکنم. ممنون و متشکرم آقای آلبرت، سپاسگزارم. با تشکر و بدرود. متشکرم. به هر حال دوستان، شنیدیم صحبت‌های آقای آلبرت رو. امیدوارم که این صحبت‌ها کمکی کرده باشد و به حال اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است، سالوت کنید که لینک برنامه را از طریق فیسبوک، توییتر، گوگل، هر جوری که میدونی به دوستانتون ارسال کنید. آسان ترین راه آن است که به فیسبوک ما بیایید، لایک بزنید، عضو صفحه ما بشوید. لینک ها که در اونجا قرار بگیره برای شما هم ارسال خواهد شد. شما فقط دکمه شیر رو بزن تو صفحه خودت، شیر کن که دوستانت ببینه. برای رسیدن به خبرها، دیدن ویدیوها و لینک های مرتبط هم دعوت میکنم به مردمریپورت.net بروید. از کاوه نازنین، مدیر و مؤسس مردم ریپورت، هم نهایت سپاس دارم که مهر میکنه و بعضا لینک های برنامه ما رو هم در سایت پر مخاطبش قرار میده. از او هم سپاسگزارم. نازنینان، مهمترین دغدغه ما همونطور که دیروز هم در برنامه آقای دکتر کوروش عرفانی متوجه شدید، ما در وضعیت مالی خوبی نیستیم. این فقط به همت شما بستگی داره که این صداها بماند یا نماند. بازم ازت ممنون و متشکرم. درنگی میکنیم و در خدمت شما راه رو ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید. متشکرم.